مردم سازی جوجه یک روزه به علت کاهش قیمت جوجه در ایران. قیمت جوجه یک روزه به حداقل خود در بازار رسیده است و فعالین این بخش اعتقاد دارند قیمت جوجه یک روزه به یک سوم قیمت تمام شده تولید این محصول رسیده. از این رو جوجه های تولیدی خود را معدوم می نمایند تا شاید راهی باشد برای افزایش قیمت آن در روزهای آینده. این روزها فیلم های از کشتار جوجه های یک روزه خیلی ها را ناراحت و غمگین کرده. داستان این جوجه ها چه بوده؟ آیا جرمی رخ داده و می توان جلوی آن را گرفت یا خیر؟ فیلم های این چند روز از زنده به گور کردن تعداد زیادی جوجه منتشر شده است. گفته شده همگی این جوجه ها خروس هستند و تنها یک روز عمر دارند و به جوجه یک روزه معروفند. غلام علی فارقی رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه در این باره گفته حسب و معدوم سازی مازاد تولید جوجه یک روزه امری طبیعی در صنعت مرداری است. هر تعداد جوجه یک روزه که فروش نرود مجبور به معدوم سازی آن هستیم. اما چرا تولید زیاد است؟ چرا جوجه ها خریدار ندارند؟ و غیره. رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه در این باره توضیح داده که کاهش خوراک دام، تقاضای کم مصرف به دلیل کرونا و برنامه ریزی دستوری تولید در 4 ماه اخیر باعث این موضوع شده است. او گفته ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف کرده بود که این دستگاه به تولید کنندگان دستور افزایش تولید دهد و به خاطر این دستور از اسفند ماه صنعت مرغداری دچار ضرر شده. مرغداران هر ماه تا حدود 1300 میلیارد تومان، تولید کنندگان جوجه یک روز ماهی حدود 350 میلیارد تومان و تولید کنندگان مرغ گوشتی 900 تا 1000 میلیارد در ماه ضرر می‌کنند. اما راه دیگری نیست؟ حتما باید این جوجه ها زنده به گور شوند. سعید محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران این اقدام را غیر انسانی و غیر علمی دانسته و گفته که این جوجه ها زنده اند و صاحب روح و جان هستند. او خبر داده که به تمام واحدهای تولید کننده جوجه در تهران اخطار داده تا اگر این کار انجام شود با آنها به شدت برخورد خواهد شد. و اما آیا این موضوع جرم است؟ یعنی تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران زنده به گور کردن جوجه های یک روزه مصداق بارز تخلف نیست و جهاد کشاورزی و اداره پشتیبانی امور دام به این موضوع ورود کنند. و اما پاسخ جهاد کشاورزی چیست؟ آیا می تواند مانع انجام آن شود یا خیر؟ جهاد کشاورزی دستور داده که تولید پایین بیاید. مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفته کسانی که فیلم را منتشر کردن غرض داشتند و باید دستگاه‌های نظارتی به این مسئله نیز ورود کنند. اینطور که پیداست مقصر اصلی این موضوع پیدا شده، یعنی کسانی که فیلم زنده به گور شدن آن را منتشر کردند. صدیق پور دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه گفت دولت برای رفع مشکل باید ابتدا مشکل خوراک دام و طیور را رفع کند. مشکل اصلی اینجاست و متاسفانه دولت با وجود اینکه 2.4 میلیون تن از این نوع نهادها در بندر دپو شده اما عرض آن را اختصاص نمی‌دهد. به گفته وی تقاضا برای خرید مرغ در هفته‌های گذشته حداقل 30% کاهش یافته است. و اما بحث بعدی اینجاست، جوجه‌ها خارج از محیط مرغداری دمام نمی‌آورند. دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه در پاسخ به اینکه آیا به جای معدوم سازی این جوجه ها امکان تحویل آنها به بنگاه‌های خیریه و یا افرادی که بتوانند در جاهای دیگری نگهداری کنند وجود نداشت گفت شرط این جوجه ها طوری است که در خارج از محیط مرغداری حتی 2 روز هم دوام نمی آورند و امکان پرورش آنها در جای دیگری وجود ندارد. صدیق پور درباره اینکه گفته می شود تولید کنندگان جوجه با هدف گرفتن خسارت از بیمه این کار را می کنند گفت بیمه هیچ پولی برای بخش جوجه یک روزه پرداخت نخواهد کرد.